یگانه راه جلوگیری از استفاده مخالفان از لباس زنانه افزایش شماره پلیس زن است. وزارت داخلی افغانستان میگوید این وزارت به 5000 پلیس زن نیاز دارد. این در حال است که روز گذشته هراس افغانان با استفاده از لباس زنانه به یک مرکز خارجی ها حمله کردند. این یکی از پاسگاه های پلیس در دروازه ورودی شرق شهر کابل است. در اینجا این خانم نیز همچنان مردان توسط این پلیس زن بازرسی می شود. انشالله که این طور وسایط نیست که از دروازه کابل بدون تلاشی در شهر کابل داخل شود. در حال حاضر وزارت داخلی افغانستان 1300 پلیس زن دارد که در شماری از پاسگاه های بازرسی پلیس مصروف بازرسی زنان می باشند. اما با این هم شاهدان عینی می گویند که چند هراس افغان روز گذشته با استفاده از لباس زنانه جنگ افزار و مهمات را با خود حمل کرده و به یک مرکز خارجی ها در شرق کابل حمله کردند. دیدم که یک دانه موتر تونس اما تو خراب موتر دوانی میکرد، یک چند دانه چادری داره تا که یا رفت سن کوچه، یک چند دقیقه بعدش موتر رفت و طرف، یک چند دقیقه تیر نشده بود که انفجار شد. باید دولت ما پلیسای زن تقویه کنه. دخون یا نامردانه عمل داشته داد بیکی. این نخستین باری نیست که مهاجمان با استفاده از لباس زنان محلات دیپلماتیک و مسکونی را مورد آماج قرار می‌دهند، بلکه چند بار دیگر در گذشته نیز این عمل تکرار شده است و پلیس نیز توانسته است چند گروه از این مهاجمان را با لباس زنانه بازداشت کنند. اما در حالی که مطابق به فرهنگ افغانستان پلیس زن برای بازرسی زنان وجود دارد، باز هم چگونه این هراس افغانان می‌توانند با استفاده از لباس زنانه موفق به انجام حملات شوند؟ دشمن باید نباید به اصطلاح از فت و چادر و به اسلام و حجاب اسلامی استفاده سو برن با واسطه که داد از اسلام و داد از ایمان میزنن. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به اساس برنامه های این وزارت تا سال 2014 5000 پلیس زن آموزش های ضروری خواهند دید و شامل صفوف پلیس می شوند. اما باورها بر این است که در جامعه سنتی افغانستان پلیس زن نسبت به مردها بیشتر مورد تهدید قرار دارند.